و چرخی چرخید و کارگران پوشیدند. یک سال شبانه روز تلاش کردیم تا بتونیم محصول رو داخلی سازی کنیم و تونستیم این کار انجام بدیم تا محصول ابتدایی ساخته شد. به روش مهندسی معکوس به طور کامل دمونتاژ کردیم، به نقشه‌های فنی و مستندات فنیش دسترسی پیدا کردیم و پشت درهای کارخانه اینجا در شالیزارهای شمال در بوته آزمون قرار گرفت. شکست برنج خیلی کمتر بودش، میزان ریزش زیر 3% در حد 1.7% بود ریزشی که ما از کمباین گرفتیم. حالا در شرکت کمباین سازی ایران از اولین کمباین وطنی برداشت برنج رونمایی شد. خوشبختانه کارخونه کمباین سازی توانست کمباین برنج رو در کشور ما بومی سازی بکنه. در جهت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی این اقدام خوب اتفاق افتاده. همچنین در این آیین خط تولید کمباین برداشت برنج با ظرفیت 1000 دستگاه در سال افتتاح شد. امسال هم همین نوید رو میدیم که ما حداقل 1000 دستگاه رو میتونیم توی یه شیفت عادیمون تولید کنیم. 2500 دستگاه کمباین برداشت برنج نیاز کشور ماست. محصولی که تا پیش از این از خارج وارد میشد و 15 میلیون دلاری هزینه روی دست کشورمون میگذاشت. بیش از 70-80% از این نیاز دیگه در داخل کشور تامین خواهد شد. و این یعنی تولیدی با مزیت‌های فراوان. اینها توانشون در حد 100 اسب بخاره. ریزش نداره، شاسیش بلنده. بالای 600 میلیون قیمت واردات کمباین میفته که ما با زیر 200 میلیون میتونیم این کار رو انجام بدیم. تولید کننده میگوید برای کمباین‌های وارداتی ارز 4200 دلار تخصیص میده. ما داریم با ارز آزاد کار میکنیم، واردات هم باید با ارز آزاد باشه. ما فقط همین شرایط یکسان میخوایم. تنها خواسته صنعتگران این عرصه پرتکاپ است. تولید 1200 دستگاه انواع ماشین‌آلات کشاورزی در سال. ارمغان چرخش چرخهای کارخانه نیم قرنی ایرانی است که این روزها برای بالندگی هرچی بیشترش نیاز به حمایت داره.